سلام دوملای محترم، از شما خواهش و التماس میکنم با همین سوال من جواب گردانید. گویا که عمر خیام در جماعت مس بود و در دستش پیاله می، و ناگاه پیاله از دست او میافتد و میشکند. شخصان گرد و اطراف او را تماشا دارند. او باشد این شعر را میخواند: ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، بر خاک زدی می ناب مرا، خاک هم بدهن مگر تو مستی ربی. بعد خواندن این مصرع ها در روی او سیاهی پدید شده است. بعد خواندن دیگر شعر سیاهی در روی او ندیده شد. همانا ناپدید می شود که چنین بوده است: ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، هر کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میانی من و تو چیست بگو. بعد از این جماعت و از واقعه روی داده او را اولیا خواندند. آیا این هشت مصرع شعر ضد دین هست یا نه؟ و واقعه با عمر خیام چنین بود یا نه؟ ما بین من و یک دو شخص بحث شد. من در جواب گفتم که با واقعه روی داده شده باوری ندارم. بنابراین از شما یک بار دیگر التماس، شعرها را با پررگی تحلیل کرده و واقعی که بحث می رود با پررگی شرح دهید. مخلص اشدی شما از دوشنبه، اسرائیل. افسوس می خورم که از سبب راه دور در امر معروف شما اشتراک ندارم. به هر حال که از روی کسیته هایتان شما را نغز می شناسم و احترام می کنم. خدا نگهبانتان باشد. یعنی این واقعی که به عمر خیام گویا شده باشد، که وقتی در دستش مثال پیاله می بود و وقتی که میخواست که همین می نوشد، که همون می با همون ابریقش، با همون ظرفی که داشت، در زمین زد و شکست و به سوی پروردگار گفت: پروردگار، تو ابریقی مرا شکستی، آیا تو مست هستی؟ این سخن در آخر حضرت عمر خیام گفته باشد. وقتی که این سخن گفت، خداوند در حال میگه چهره عمر خیام از سیاه کرد. و بعد این باز چی گفت؟ ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. یعنی پروردگار کی هست در دنیا که ناکرده مثال حیات برده است و گناه نکردگی هست؟ کی هست میخیل گفته؟ یعنی وقتی این چهار مثال را خوند، بعد این باز رویش سفید شد گویا. آیا همین واقعه اصل دارد؟ این دروغ است، باور کنید. منم باور ندارم. منم در یکان کتابم ندیدم، لیکن اکن ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. کسی نباشد، چه اولیا باشد، چه مثال همون دوستان خدا هم به درگاه خداوند این گونه ناز کرده و ای پروردگار تو مستی گفته، این ده هیچ کس قدرت ندارد. این گونه معامله هم بر خدا کردن، این باور که این در عقل انسان جا نمی گیرد. من یک حدیث حضرت عمر را نویسانده میخواهم که برای شما خوانم. حضرت میگوید یک مرد راه میرفت، در راه رفتن بسیار میگه ایتا خاکسار بود، خاکساری کرده گویا گردن پست زمین تماشا کرده میرفت. حضرت عمر گفتن: لا تمت علینا دیننا اماتک الله. ای مرد گفتن، سرت بردار گفتن، تو آدم مسلمان هستی، تو خطا یک باطر بگیر، یک آدم با قوت بگیر. گفت دین اسلام را بر ما نمیران، گفت خدا ترا حلاک بگرداند. یعنی چند قدر مثال راست باش گفته است. خطا همچه خاکسار ای قزلیل نگیر. باز میگه در دیگر شخص دید میگه که بسیار شکسته بود. میگه اونا چی گفت؟ ارفع رأسك فإن الإسلام ليس بمرض. سرت بردار گفت، ای مرد گفت، اسلام بیمار نیست. گفت اسلام را بیمار در چشم مردم نشان نده. گفت سرت بردار گفت. یعنی با غیرت باش. یعنی ما و شما هم باید که چنین حکایه ها قطعی مثل که گویا یک ضربه در همه اسلام میزنیم، گویا که اسلام هم مثل یک افسانه نشان میدیم. همچنان هم میگن که گویا که برق ولی وقتی که مست شده است با همو عصاش در عرش الهی زده باشد. اینا دروغ هستند. اینا را باور کردن در کار نیست. این کتابچه‌هایی که برآمده است، اینا نه آیه نه حدیث هستند. در یگان کتاب معتبر
آمدگی نیست که مثال حضرت برق در عرش پروردگار با تیاقی خود زده باشد و گفته باشد که خداوند یعنی چی پیشنهاد کرده است، یک دوزخ گویا که نابود کرده باشد. اینا افسانه هستند، اینا را باور کردن در کار نیست. اینا مثل همونا هست. یعنی هیچ وقت عمر خیام بسیار فیلسوف کلام بودن، بسیار آدم خدا ترس بودن و عرقنوش نبودن. برای چی عرقنوش نبودن؟ زیرا حضرت حافظ بنین در مصرهای شعریش میگرد المنت لله که دری میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروش اند زمستی، آن می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. از وای همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. آن می که میگوید ما در مصرعهای شعری ذکر میکنیم، حضرت حافظ میگوید اون می میگد اون می مجازی نیست، از وای همه مستی و غرور است و تکبر. این می مجازیه که این می که مردم در دکان ها میفروشن و مینوشن، اینا میگه از اینا فقط غرور تکبریه مثال خاری و ذلت است، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. اون می که ما میگویم در مصرعهای شعری، همه این عاجزی را نشان میدهد، همه این یک سرخمی ما را نشان میدهد. این می ما اون می نیست میگوید. از این خاطر اون می که عمر خیام هم ذکر کرده است، اون می همش عشق خداوندی هست، همه او عشق اسلام است، نه این می اساسی که مثال امروز مردم باید می نوشند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی اول بخشید از شما در رضا بودن پدر و مادر یک چند سخنهای مبارک می گفتی. این سؤال اولی من است. دوم، معلمانی که از خوانندگان یا اونوریستیت یا کالج از اگزامین یا زچات پول می گیرند، آیا برای مسلمان این حرام است یا نه؟ التماس اکای حاجی به سوال ما جواب پر را می گفتید، دل ما قرار می گرفت. البته درباره پدر مادر ما کسیته ها داریم، برادر عزیز مراجعت کن، از همون کسیته ها به نهایت بهره زیاد میگیری. دو کسیته خاص درباره احترام پدر و مادر است. اگر مثال چیزی که خواهی از داخل اونها تو البته یافت میکنی. و سوالی که معلم ها چه از اونوریسیت باشد، چه از اینستیتوت باشد، چه از مکتب های میانه باشد، چه از کلیج ها باشند، برای زچات و برای مثال بها گرفتن وقتی پول میگیرن، باور کن خیانتی در جمعیت کردگی هستند، به حد خیانتی کلان میکنن. برای دهنده در زمان ما گناه نیست، اگر چنده که رسول اکرم میگوید الراشی والمرتشی فی النار، کسی پاره میدهد و کسی پاره میگیرد هر دو در آتش دوزخ هستند. امروز جزای پاره را دیدیم، با مثال با پاره بیچاره میخواند میآید امروز باوری داریم که فرزند من مدینیستود خوانده است، دکتر شده است. همه او مثال زچات ها و همه او بها با پول است. او از کجا مثال تجربه دکتری دارد؟ او از کجا مثال فرزند ما اتره نجات داده میتواند؟ برای چی نمیتواند؟ برای که وای معلمش خیانتکار بود، وای معلمش آموخته کرد که همین پول بده نخوان دیگر، خواندن تو حاجت هم نیست. آیا همین خیانت نیست؟ از این ده خیانتی کلان دیگر وجود ندارد. هر یک فرزند مثال، هر یک پدر و مادر باوری دارد که فرزندش در فلان مدرسه یا مکتب میخواند، وقتی که وای با پول میخواند، این معلوم است که عاقبت وای چی هست. و البته آدم دهنده در این زمان ما گناهگار نمیشود، زیرا اگر حاضر ما فرزندا مانده از جهت فرزندا ما پاره ندهیم، وای دیگر داخل نمیکنند، فرزند ما دیگر در او اونیورسیتی یا که در مثال همون مدینیستود خوانده نمیتوانند تا اگر پاره ندهیم. امروز پاره ما میدهیم، لیکن همون گیرنده ها گناهگار هستند، دهنده ها گناهگار نیستند. بسیار عملی زیشت است. شهر دوشنبه، بربد 56، صنوبر. السلام علیکم داملای عزیز و محترم حاجی مرزا. اینا بر ما دادن
من با همراهی خواهرانم از دوشنبه آمدیم و امروز به دیدار شما رسیدیم. ما در خردسالی امان از پدرمان جدا شدیم. پدرمان را ماشین زد و او مرد. مادرم که الحال جوان است و شوهر برآمد و از آن شکرانه میکنم که او بسیار آدم خوب است و امروز که من 14 ساله نماز میخوانم. از شما داملای عزیز التماس میکنم که مرا و خواهران مرا و پدر و مادر مرا دعا کنید. خدای مهربان این خواهر اسلامی را همراه همه خواهرها و پدر و مادرش خدایا مغفرت گناه بکنی و مراد و مطلب هاشون خدا حاصل کنی. آمین یا رب العالمین. یک سوال بود، بسیار از ما خواهش سخت کرده بودن از دوشنبه. السلام علیکم داملای شیرین سخن، این سوال از نام یک خواهر شماست. التماس به سوال من جواب گویید. من برادرم را با نمازخوانی دعوت کردم، اگر من او را یاری رسانم ممکن است؟ سوال دیگر، از وفات پدرم 2 سال گذشت، آیا من به منزل پدرم روم ممکن است؟ چنانه که میگویند رفتن زن به منزل ممکن نیست. التماس به من جواب پر دید. با احترام خواهر عزیز شما. البته میتوانید شما اون برادری که دارین یا پدری دارین شما نمازخوان کنین، در نماز یاردم کنین، این باک ندارد. این البته ثواب میگیرین، لیکن به سر منزل پدر و مادر رفتن، اگر چنده که حدیث ها برای رفتن هم هست، مثلا سخن فقها هم برای اجازت هم رفتن هست، لیکن الحال عالم های بگیم آخر معاصر حاضره ما و شما اجازت نداندن که زنها به سر منزل ها روند یا به زیارت مزار ها روند. یعنی این ده اجازت ندادن، گفتن نرفتن زن برای منزل، برای دعا کردن، مثال برای اولاد اجدادش به قبرستان ها، این بهتر است. از این خاطر همون خواهری که مثال میخواهد در حق پدر و مادر دعا کند، افضل و بهتر همین است که در خاندان دو رکعت نماز خوان، در حق پدر و مادر ببخش، انشاءالله این بهتر است و این ثوابش زیادتر است. السلام علیکم استاد عزیز، اگر در پهلویت زنت یا خواهرت یا ینگت نماز خواند، نماز فاسد می شود یا نه؟ این اگر در خانه شما نماز می خونین، یکی مادر در پهلوت نماز می خواند، زن در پهلوت نماز می خواند، ینگت در پهلوت نماز می خواند، خارزاد در پهلوت نماز می خواند، اینا در 4 شرط است. یکم شرط چی است؟ یکم نماز هر دی شما یک نماز باشد. مثال اگر هر دو نماز پیشین میخونین، اون کس در تو اقتدا کردگی باشد. یکم شرطش در پهلوی تو میستد، در تو اقتدا میکند، تو امام میشوی و مقتدی. دوم نماز رکوع سجود دار باشد، یعنی نماز جنازه نباشد، نمازهایی که رکوع سجده دارند مثل نماز پیشین. سیوم زن اهل شهوت باشد، یعنی زن پیرانسال نباشد، زن جوان باشد. چهارم شرط این که بین تو و بین زن یگان حائل نباشد، یعنی یگان چیز ستره نباشد. این صورت اگر در پهلوی تو ایستاده نماز خواند، نماز تو را فاسد میکند. اگر مثال زن تو هست، خواهر تو هست، در پهلوی تو میستاده با تو اقتدا میکند، لیکن برابر تو میستد در یک نماز. این دوم این که همون زن، زن جوان است. سوم که نماز رکودار است. چهارم که بین تو و بین او یگان پرده ای نیست. این حالت اگر در پهلوی تو نماز خواند، نماز فاسد میکند. لیکن اگر وای جدا نیت کند و تو جدا نیت کنی، اینجا در نماز شما فاسد نمیشد، اگر چه در پهلوی شما هم که ایست است. فهمید این شرطی مثلا؟ السلام علیکم داملای عزیز، من خواهر اسلامی شما هستم، سوالی دارم. داملای عزیز، ینگه دارم، دادرم که شوهر اوست او را دشنام زیاد می دهد و او در مسجد شما نماز می خواند. در این موضوع چیزی می گفتید؟ یعنی این برادری که آیله خوچا دشنام می داده است، یعنی البته ما در این بابه ها صحبت داشتیم و باز می گویم که البته یک حق زنها بالای مردها این است که ولا تو قبیح، گفتم پیغمبر، شما زنها را دشنام ندهیم، یعنی دشنام های قبیح نکنیم. با زنها مثال با معامله خوب زندگی کنید.
لیکن از همه ما زنها خواهش میکنم که مردها را تا همون حد نیارن که مثال همون مردها اونها را دشنام دهن. بسیارتر عیب زنها میشود. یعنی چنان معامله میکنن، چنان رفتار میکنن که همون عصب مرد ویران میشود، در حال و دیگر کار اولش چی است؟ همون دشنام دادن است. اول از خواهرای عزیز التماس میکنم که مثال دائم کار کنن که اونها مهربان باشن. یعنی دائم در هر حالت مرد چیکار کنن؟ مثال دستگیری کنن، با مرد مثال مهربانانه رفتار کنن، انشاءالله اونها یکان دشنام نمیشنوند. السلام علیکم داملای شیرین زبان. ممکن است که برای مرد چله و زیره نقرگین التماس جواب پوره دید. یعنی زیره نقرگینش جایز نیست، لیکن اگر چله نقره باشد جایز است. کدام مردی که اگر میخواهد که چله اندازد، فقط چله نقره، دیگر غیر چله نقره، دیگر چله ها را برای خود چی آهن باشد، چی میز باشد، چی تیلا باشد، اینها را اختیار نکنید. از همه بهتر همین است که ترک چله کنید. در همون مسئله ها میگد که اگر ضرورت نباشد چله نه اندازد مردها. یک اگر چی قدر محبت داشته باشد میلش چله نقرگین اندازن، اینش سنت است. لیکن اگر ضرورت نباشد با که ندارد، دیگر حاجت هم نیست که شما مثال سل همون چلک استفاده کنید. وقتان تمام شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.